بر اساس سندی که به دست تلویزیون ایران فردا رسیده است شورای عالی امنیت ملی در تاریخ دهم اردیبهشت 92 بر اساس دستورالعملی به شرکت های پوششی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت های وابسته به آنها اجازه می دهد که به دلیل تحریم های بین المللی نسبت به جایگزین کردن شرکت های دیگر در قراردادها در مقام پیمانکار و یا مدیر کنسرسیوم اقدام کنند و به بانک مرکزی نیز اجازه می نسبت به صدور مجوز جهت تغییر نام خریدار و فروشنده برای گشایش اعتبارات اسنادی برای پروژه های نفتی اقدام کند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بعد از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت های خود را از ساخت راه و سدسازی که از سالهای بعد از جنگ هشت ساله با عراق آغاز کرده بود به نفت گسترش داد و پروژه های بسیاری را با کمک دولت در اختیار گرفت. این سند به امضای محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت رسیده است شرکت‌های پوششی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یک با توجه به اعمال تحریم های بین المللی علیه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت‌های وابسته به آن به کلیه دستگاه‌های اجرایی شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته به آن و همینطور بانک ها اجازه داده می شود تا بنا به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به جایگزین نمودن شرکت های دیگر در قراردادها در مقام پیمانکار و یا مدیر کنسرسیوم اقدام نماید و همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند و بدیهی است کلیه تعهدات و تضمینات کماکان به عهده قرارگاه خواهد بود و شرکت های پوششی مذکور با تایید فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از معافیت ها و امتیازهای قانونی قرارگاه برخوردار می باشند. تب سره. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موظف است تغییر شرکت های پوششی را با اطلاع کمیته ساماندهی فعالیت های پوششی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام دهد. دو به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده می شود نسبت به صدور مجوز لازم به بانک های عامل جهت تغییر نام خریدار و فروشنده در اعتبارات اسنادی گشایش شده برای پروژه های نفت و گاز قرارگاه خاتم با درخواست آن قرارگاه اقدام نماید. 3. به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات شرکت های پوششی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم مجاز است به جای گردش مالی شرکت های پوششی از مسیر خزانداری کل، اطلاعات گردش مالی این شرکت ها را به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانهداری کل کشور اظهار نماید خزانهداری کل کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا حفاظت اطلاعات تمامی فعالیت های پوششی که با مجوز ستاد دبیر ویژه اقتصادی عمل می شود رعایت گردد چهار اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1392 می باشد 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه نمایند امضا محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی